سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب چهارشنبه سوم آذر ماه در 307 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور میکنیم. گروکشی سازمان لیگ با ستاره های خارجی استقلال، فرهاد تا مرز سکته رفت. تیم فوتبال استقلال در حالی امشب مقابل تیم فوتبال گلگهر با تساوی بدون گل متوقف شد که این مسابقه تحت تأثیر غیبت دو ستاره خارجی آبی پوشان تهرانی قرار داشت. اتفاقی که حتی فرهاد مجیدی رو هم تا مرز سکته پیش برد. بر اساس قانون سازمان لیگ در راستای جذب بازیکن و مربی خارجی توسط باشگاه‌های لیگ برتری، باشگاه‌ها باید به اندازه مبلغ قرارداد بازیکن خارجیشون ضمانت‌نامه معتبر بانکی به سازمان لیگ ارائه می‌کردند. با این حال این سازمان با در نظر نگرفتن قانون و بدون گرفتن ضمانت‌نامه بانکی، کارت بازی جستد و یامگا دو ستاره خارجی و تازه وارد استقلال را صادر کرده بود. حالا اما به دلیل عدم تضمین کارگزار آبی پوشان پایتخت بر سر تبلیغات محیطی و اختلاف طرفین، سازمان لیگ مانع از حضور دو خارجی آبی‌ها در دیدار با گلگهر شد. پیشنهاد عجیب یک دلال به پرسپولیس و سپاهان. در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات بود که شهریار مغانلو با انتقالی بسیار گرون قیمت راهی باشگاه سپاهان شد تا یکی از بمب‌های نقل و انتقالاتی لقب بگیره. بعد از اون بود که پرسپولیسی‌ها هم دست به کار شدند و رضا اسدی رو از باشگاه سنت پولتن اتریش به خدمت گرفتند. با این حال هر دو چهره در تیم‌های جدیدشون روزهای خوبی رو سپری نمی‌کنند و اکنون خبر ورزشی مدعی شده که یک ایجنت ایرانی به دست اندرکاران دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان پیشنهاد داده تا ستاره‌های خود رو با یکدیگر تعویض کنند. این در حالیه که سپاهان در نقل و انتقالات تابستونی سخت به دنبال خرید اسدی بود و پرسپولیس هم تمایلی نداشت شهریار رو از دست بده. بر همین اساس میشه این معامله رو برد برد نامید. طلسم شکنی پرسپولیس در شادی آزادی. در حساس‌ترین بازی هفته ششم لیگ 21م امشب تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در حالی به مسافه هم رفتند که ورزشگاه آزادی بعد از 675 روز یک بار دیگه از هواداران سرخ میزبانی کرد. در این مسابقه دو تیم بازی بسیار جذابی را به نمایش گذاشتند، اما در پایان این پرسپولیس بود که با تک گل میلاد سرلک در دقیقه 71 به پیروزی و 3 امتیاز این مسابقه دست یافت. شاگردان یحیی گل محمدی با این برد 11 امتیازی شدند و به رده 4 جدول صعود کردند. صنعت نفت آبادان هم با 4 امتیاز در رده 15 ایستاد. گل زیرتاقی که به خاطر عدم وجود VAR پرپر شد. در نیمه دوم این مسابقه مهدی عبدی با یک ضربه دیدنی دروازه صنعت نفت رو به شدت تهدید کرد. ضربه‌ای که بعد از برخورد به تیرک افقی دروازه از خط دروازه به طور کامل عبور کرد، ولی علی اصغر مؤمنی داور مسابقه به اشتباه این گل رو قبول نکرد. تصمیمی که اعتراض شدید سرخپوشان و نیمکت نشینان پرسپولیس را در پی داشت. کاربران در فضای مجازی در واکنش به این صحنه خواهان استفاده هرچه سریع‌تر از VAR در فوتبال ایران شدند. حمله شدید پرسپولیسی‌ها به عزیزی خادم. حرکت عجیب شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در اردوی صنعت نفت آبادان درست شب قبل از بازی این باشگاه با تیم فوتبال پرسپولیس حاشیه‌های زیادی در فضای مجازی به وجود آورد. هواداران سرخپوشان تهرانی با انتقاد شدید از رفتار عجیب رئیس فدراسیون فوتبال معتقدند که اون نباید شب قبل از یکی از حساس‌ترین مسابقات پرسپولیس در اردوی رقیب حاضر می‌شد. سرخ‌های پایتخت پیش از این هم در خصوص عدم صدور مجوز به پرسپولیس برای جذب بازیکن خارجی و چند موضوع دیگه علیه فدراسیون فوتبال موضع گرفته و انتقاداتی را ابراز کردند. پشت پرده حضور جنجالی. جهانگیر کیشمس سرپرست باشگاه صنعت نفت درباره حضور جنجالی رئیس فدراسیون در اردوی این تیم توضیحاتی ارائه کرد و گفت سازمان مناطق آزاد یکی از حامیان باشگاه صنعت نفت و سعید محمد به عنوان رئیس این سازمان در اردوی تیم حاضر شد و رئیس فدراسیون فوتبال هم همراه اون در اردوی تیم ما شرکت کرد.
کیشمس در ادامه افزود در این جلسه ما صرفاً مشکلاتمون رو برای اونها بازگو کردیم و عزیزی خادم و محمد هم ابراز امیدواری کردند که مشکلات صنعت نفت هرچه زودتر برطرف بشه. در واقع این دیدار ارتباطی به بازی با پرسپولیس نداشت. کنایه عجیب وزیر ورزش به گل محمدی. حمید سجادی وزیر ورزش در واکنش به انتقادات یحیی گل محمدی که نتایج اخیر پرسپولیس رو به بلا تکلیفی مدیریتی این باشگاه مرتبط میدونست، سخنان عجیب و دور از انتظار به زبون آورد و گفت مسائل فنی رو بی خود به مسائل مدیریتی ربط ندند. کجای دنیا نتایج فنی یک تیم به مدیریت مربوط میشه که اینجا مربوط بشه؟ اینها بهانه است. اون در ادامه افزود من خودم ورزشی هستم، قواره های بازی رو هم بلد هستم. بارها هم عرض کردم هواداران پرسپولیس و استقلال به وزارت خودشون اعتماد کنند. این اظهارات حسابی در فضای مجازی جنجال به پا کرده و هواداران به درستی با اشاره به مشکلات مدیریتی در بارسلونا و چند تیم اروپایی دیگه تأثیر مستقیم مسائل مدیریتی در نتایج فنی رو به وزیر ورزش یادآوری کرده. بازگشت سپاهان به صدر در شب تداوم موفقیت فولاد با نکونام. در ادامه بازی‌های هفته ششم لیگ برتر، سپاهان با 2 گل از سد فجر سپاسی گذشت و با 13 امتیاز به صدر جدول رسید. شاگردان جواد نکونام در فولاد هم با 1 گل زوباهن را شکست دادند و خود را به نیمه بالایی جدول نزدیک‌تر کردند. آلومینیوم و هوادار در عراق به تساوی بدون گل رضایت دادند تا تیم عراقی شانس صدرنشینی را از دست بده. دیدار تیم‌های پیکان و نساجی هم با تساوی پرگل 2-2 پایان یافت. ضمن اینکه تیم فوتبال تراکتور با 1 گل از سد پدیده گذشت و مصر رفسنجان هم با تک گل گادوین منشا نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. مهدی ترابی بهترین گلساز آسیا. پرونده مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2021 شب گذشته با قهرمانی الهلال بسته شد. سایت سوفا اسکور بعد از اتمام مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به معرفی بهترین های این مسابقات پرداخت که بر همین اساس مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با 5 پاس گل در صدر بهترین پاسورهای لیگ قهرمانان 2021 قرار گرفت. دیوگو مهاجم پاتوم یونایتد تایلند، یاسوتو واکیزاکا هافبک کاوازاکی ژاپن، یون وون آن هافبک و کیون هولی مهاجم داگوی کره جنوبی و همچنین محمد البوریک مدافع الهلال همگی با 4 پاس گل در رده های بعدی قرار گرفتند. احمد نور در شباب الاهلی ماندنی شد. سایت منبر الامارات خبر داد باشگاه شباب الاهلی تصمیم گرفت کارلوس ادواردو هافبک برزیلیش رو در لیست خروج قرار بده و به جای این بازیکن کارتابیا بازیکن آرژانتینی رو به این تیم در نقل و انتقالات زمستونی برگردوند. این در حالیه که پیش از این برخی از رسانه‌های اماراتی از جانشینی هافبک آرژانتینی در ترکیب شباب الاهلی به جای احمد نوراللهی هافبک ملی پوش کشورمون خبر داده بودند. بدین ترتیب هافبک سابق سرخ پوشان تا پایان فصل در ترکیب این تیم موندگار. نامه آجرلو به رئیس سازمان صدا و سیما. مصطفی آجرلو مدیر عامل باشگاه استقلال در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دکتر پیمان جبلی ریاست سازمان صدا و سیما از اون خواست که با رویکرد تحولی در این سازمان از ورزش حمایت کنه. آجرلو با بیان برخی مصادیق که نشان از حمایت برخی برنامه‌ها از وضع موجود فوتبال داره اظهار امیدواری کرد در دوره مدیریت جدید سازمان شاهد حمایت صدا و سیما از روند اصلاحی در فوتبال باشیم و اتفاقات به گونه‌ای رقم بخوره که آبی پوشان از محتوا درآمد داشته باشند. نظر ستاره سابق آرسنال در خصوص آینده آزمون. آندری آرشاوین، ستاره سابق باشگاه آرسنال و مدیر توسعه فوتبال جوانان زنیت سنت پترزبورگ درباره آینده سردار آزمون، ستاره ایرانی این تیم صحبت کرد. آرشاوین در همین خصوص گفت: هیچ بازیکنی در لیگ روسیه مشابه آزمون نیست. باید به دنبال جانشینی برای اون باشیم. اون تصمیم خود را گرفته و میخواد از زنیت جدا بشه. رفتار آزمون با زنیت حرفه‌ای است. اون نیم فصل از لیگ رو گذرونده و تصمیم گرفته از زنیت جدا بشه. پیدا کردن جانشین برای مهاجم ایرانی امری مهم برای ماست.